میگن گاهی اشتباه میکنی، موارد اشتباه ما با کلمه حلال و حرام براتون مشخص میکنه. میگن گوشت خوک حرامه، پس یه خباثتی درشه. اگر شما متوجه نشدید اعتماد کنید باید تشخیص نمیدید، ما معیارشو گفتیم. پس یک طیبات، دو حد نگه دارید. حالا حدودش هم یه تعریفایی داره. کلو وشربو ولا تصرفو، از مرز عبور نکنید، زیاده روی نکنید. و یه سومی هم هست، این که به فکر دیگران هم باشه، به فکر مستمندان بندگان خدا. ملعون است یه روایت، کسی که وقتی خدا یه نعمتی بهش میده همه رو برای خودش بخواد به کار بشه. ملعون یعنی چی؟ ملعون یعنی از رحمت خدا دوره. با این سه ویژگی از طیبات، اندازه نگه دارید و به فکر دیگران هم بودن که میشه مسئله انفاق. با این سه ویژگی گفتن که اصلا شما اگر بخواید از نعمت ها استفاده نکنید نوعی کفرانه، نوعی به اصطلاح. البته خود این ویژگی ها خیلی مرز را میبنده، یعنی نفس را از اون آزادی باز میده. واسه چون اشاره باز دیدم خودکار نشون دادیم، مثلا این رو دادن، یعنی مثلا همین اینکه این خودکار رو من دادن، من میتوانم استفاده بکنم و باید استفاده بکنم. ما الان وقت میگذرونیم با همدیگه داریم حرف میزنیم، این یه نعمتیه که برای شما دادن، ما داریم حرف میزنیم. این فرصتیست که آیات قرآن بیان بشه. این فرصت رو خدا پیش آورده. نگاه به اینجه هرچه دارم مال خداست، هرچه وجود داره مال خداست. نگاه به عالم به عنوان نعمتهای خدا، این همه جنگل ها، دریاها، میوه ها، اینا رو قرآن به عنوان نعیم الهی مطرح میکنه. اینا رو انسان به عنوان نعمت خدا ببینه، هم بهره مند میشه و لذت میبره، هم رشد میکنه و به خدا تقرب پیدا میکنه. بعد حالا من داشتم این عرض میکردم، این تطبیق بدم. مثلا ما این وقتی که میگذرونیم اولا طیب باشه، یعنی حرف خوب بزنیم و خوب حرف بزنیم.